با سپاس و درود بر همه شما. امروز هم برانم تا سخن رو با درود بروان و فروهر سه اسپهبد بزرگ فرهنگ ایران زمین آغاز کنم. نخست درود و آفرین میفرستم بروان و فروهر زرتشت پاک، نخستین سپه سالار فرهنگ ایران زمین با درفش گاتهایش در دست، ابر اندیشمندی که نخستین سنگ بنای تاریخ اندیشه را پی گذاشت و مردمان رو به نیک اندیشیدن، نیکو سخن گفتن و کردوکار نیک برانگیخت تا دستیاران خدا در کار آفرینش جهان باشند و با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک، با راستکاری، راست گفتاری، با پاسداری از آب و خاک و گیاه و جانور، زمین را جشنگاهی بسازند برای خود و برای همه دیگر باشندگان روی زمین. و درود و آفرین میفرستم به روان و فروهر کوروش بزرگ، دومین سپه سالار فرهنگ ایران زمین با درفش هودههای مردمی یا حقوق بشرش در دست، ابر شهریاری که در تابش اندیشه های جهان آرای خود پویش تاریخ را از زشتی به زیبایی دگرگون کرد و با فرمان نوشتن هودههای مردمی یا حقوق بشر مردم را که ما این به میدان تاریخ فراخواند تا هر کسی خود سازنده بخت و سرنوشت خود باشد و هر گونه که خواست و آهنگ اوست گل برافشاند و می در ساغر اندازد، فلک را سقف بشکافد و طرحی نو در اندازد. و درود و آفرین میفرستم بر روان و فروهر فردوسی بزرگ، سومین سپه سالار بزرگ فرهنگ ایران زمین با درفش شاهنامه اش در دست، ابر سخنسرایی که میتوان با دلیری او را بزرگترین شهریار میدان سخن نامید، سخنسرای بزرگی که در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب های زمانی خود که ترکان و تازیان بودن یک تنه بالا برافراشت و با سرودن شاهنامه کلان خود سرود سربلندی ملت ایران را سرود و به دست ما سپرد تا در هر دوره ای از تاریخ و در هر کجای این جهان فراخدامن که هستیم به خود ببالیم، به خود بنازیم که ایرانی هستیم و بتوانیم سری در میان ملت‌های سربلند جهان برافرازیم. و درود میگویم به همه شما باشندگان در این تالار که میدانم از راه‌های دور، نمیتوانم بگویم از راه‌های دور و نزدیک، چرا که میدانم همه شما از راه‌های بسیار دور به این تالار گرد آمدید و با ارمغان بهترین درودهای سرودگونه به همه شما هممیهنان ارجمندی که همکنون این سخن رو از دستکم چهار رسانه بزرگ پارسی زبان، تلویزیون پارس، صدا و سیمای آریامهر، صدا و سیمای آریا اینترنشنال و صدا و سیمای ایتو میبینید. خداوند ایران پشت و پناه شما باشد و بماند. از دوستان بسیار ارجمندم، سرپرستان چهار تلویزیون صدا و سیمای پارس، مهندس امیر شجره، از همه سرپرستان تلویزیون های آریامیر، دوست بسیار ارجمندم کتبان دکتر سعید سرکوئی، از دوستان بسیار ارجمندم بانو مهری منفرد، کتبان فرهنگ حمید، سرپرستان صدا و سیمای آریا اینترنشنال و همین گونه سرپرستی تلویزیون ایتو، دوست بسیار گرامیم کتبان امید و امیدوار و به ویژه تلویزیون پارس که صدا و سیمایش به سراسر جهان فرا برده می شود و سخن امشب من را بر بالهای این پرنده تیز پرواز صدا و سیمای پارس به سراسر جهان فرا خواهد برد. از همه شما همکاران که امشب با من همکاری می کنید از تمامی دل سپاسگزاری می کنم. برای گزینش نکته ای
در فرهنگ ایران که بتوانیم از آن نکته به فرهنگ ایران درآییم، کاری است بسیار سخت برای هر پژوهشگری یا برای هر سخنوری که از کدامین دروازه، از کدامین جا باید آغاز کنیم که بتوانیم به این فرهنگی که بسیار فراخدامن، بسیار پرژرفا، بسیار بالا بلند است، از کجا برگزینیم نکته ای که بتوانیم به این فرهنگ درآییم. از این رو من امشب که میخواهم نگاهی داشته باشیم گذرا به فرهنگ ایران و دستاورد و میوه این فرهنگ که کوروش بزرگ است و جایگاه کوروش بزرگ در تاریخ جهان، نه تنها در تاریخ ایران، و سپس بپردازیم به چگونگی گرامی داشت این ابرشهریاری که میخواهیم در زیر نام او خود را برافرازیم، نه اینکه کوروش را برافرازیم. او به خودی خود مردی است بزرگ، از تبار مردان بزرگ تاریخ ساز که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، او در بالاترین بام هستی جا دارد. ولی این ما هستیم که با گرامی داشت کوروش، با گرامی داشت زرتشت، با گرامی داشت فردوسی، با گرامی داشت دیگر فرزانگان بزرگ نام ایرانی، میخواهیم که خود را برافرازیم. میخواهیم که در میان ملت‌های سربلند جهان ما نیز سربلندی کنیم. چگونه میتوانیم جز این که بنازیم به این که ما فرزندان کوروشیم؟ از این رو آغاز میکنم از فرهنگ ایران. از کدامین نکته آغاز کنیم؟ از گزاری ای از سنگ نوشته های شاهنشاه داریوش بزرگ که در جایی می نویسد اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. با همین گزاره کوتاه همه کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ ایران زمین رخ نشان می دهند. نخستین گامه دانسته می شود که اهورامزدا خدای بزرگی است، ولی نه با آن بزرگی که در هستی نگنجد و در فراسوی هستی، در ناکجا آبادی که نمی دانیم کجاست، به امر و نهی نشسته باشد که این بکن آن نکن، این بخور آن نخور، این را این گونه بکش، آن دیگری را این گونه، دست و پایش را وارون یک دیگر ببر، با خون آن دیگری این گونه خاک ایران زمین را رنگین بساز، یا خاک خدا آفریده را به ننگ آلوده کن. چنین خدایی در فرهنگ ایران شناخته شده نیست. به سخن دیگر میتوان گفت که اهورامزدای ایران، خداوندی که فرهنگ ایران به ما میشناساند، همان گیتی پیکر پذیرفته است. برون از جهان گیتی هیچ خدای دیگری در کار نیست، یا دست کم فرهنگ ایران چنین خدایی را نمی باورد. فرهنگ ایران بر این باور است که همه آنچه که در جهان هستی رخ نشان میدهد، خود این جهان هستی، خود این گیتی همان خدای پیکر پذیرفته است. از این روز که برشالوده همین یزدانشناسی ایرانی است که جان مقدس شمرده می شود، چرا که اگر جانی هست، این جان خلق نشده است، بلکه پدید آمده است از خوشی جانان که خود خداوند است، خداوند جان. بنابراین از اینجاست که فرهنگ ایران با ما سخن میگوید از زبان فردوسی بزرگ که میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. جان را نمیتوان آزار داد، چرا که جان آفریدی خداست، جدا شده از خود جانان است که خود او خداست. از همین جاست که در فرهنگ ایران